من این جمله رو اینجا تأکید کنم. دولت در سال 92 تا 94 برجام رو ایجاد کرد. ایجاد مال دولت 11 و از این برجام ثمر در سال 94، اواخر 94، 95، 96 تا اول 97 ما از این برجام استفاده کردیم و بهره برداری کردیم تا اردیبهشت 97. خب این مسئله ایجاد بود. در سال 97 خب یک شری در آمریکا بود به نام ترامپ که خب تحت تأثیر صهیونیست ها، تندروها، ارتجاع منطقه آمد احمقانه از یک توافق بسیار مهم، هر یک از سران دنیا همین الان هم با من صحبت میکنن، همین روز دوشنبه هم با آقای شی جین پینگ رئیس جمهور محترم چین من صحبت میکردم، ایشون دو مرتبه تأکید کرد، گفت یکی از توافقات بسیار مهم بین المللی برجامه و باید همه تلاش کنیم حفظ کنیم. همه در دنیا قبول دارن که این یک چارچوب بسیار مهم برای همکاری، تعامل و امنیت منطقه و ملی است. همه این رو به خوبی قبول دارن به هر حال. خب این در دولت 11 ایجاد شد. در دولت 12 که این شر آمد و از این توافق خارج شد، هدف دولت ابقاء برجام بود. اونجا ایجاد بود، اینجا ابقاء. برای اینکه اگر برجام از بین میرفت به طور کامل، ما برمیگشتیم به همه اون قطعنامه‌های فصل 7 شورای امنیت. حقوقدان‌ها، سیاسی‌های کشور به خوبی میدونن یعنی چه. و ما نذاشتیم و ترامپ میخواست این کارو کنه. ترامپ اولین شکستش این بود. اون میخواست خارج شه، ما خارج شیم، بریم تو شورای امنیت و خودش رو رها کنه، بگه آقا من رفتم، شما میدونید شورای امنیت. ما نذاشتیم این کار انجام بگیره.